عيار الصلاة ولی نعمت یگانه ما همان رب الکریم بی همتا مقرر فرمود تا در هر شبانه روز 5 وقت به دیدارش بشتابیم. آیا تا به حال از خود پرسیده این چرا این اوقات را برای ملاقاتش برگزیده است؟ نماز ما چه تأثیری در زندگی دنیوی و ارتباط میان خالق و مخلوق دارد؟ این عبادت چگونه است که ستون دین گشته و اصلا چگونه نمازی مورد قبول حق تعالی می باشد؟ آنانی که تارک الصلاة هستند و یا نمازشان را ارج و عزت نمی گذارند شاید گمان نمایند که این سخنان تنها ردیف کردن کلماتی مناسب است، ولی نمازگزاران حقیقی می دانند که برکات و الطاف الهی که فقط به واسطه برپایی نمازشان بدانها میرسد تا چه حد وسیع و فراوان است. رحمتهای بیکرانی از جانب الله سبحان همه روزه بر نمازگزاران نازل میشود. تنها به واسطه آن است که اینان اهل آن برکتند. آرامش قلبی، تقرب الالله و حضور پروردگار عالم در کلیه امور و اوقات، خیر و برکت یافتن مال و رزق، دفع بلایا و جذب نیکی ها، حفاظت الهی در برابر هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی و خلاصه آنکه گشوده شدن همیشگی درهای اجابت دعاهایی که به مصلحت دنیا و آخرت مؤمنین و مؤمنات است، تماماً از برکات اقامه و مداومت نماز هاست. در هر شبانه روز 5 بار خالقمان با گشایش درهای رحمت خیش در انتظار مقیمان و ساجدان و راکعان است. همین عبادت کم هزینه برای ما بندگان در نزد او شرافتی عظیم دارد، شرافتی آنقدر بزرگ که 10ها بار در قرآن کریم به عنوان اولین و برترین صفت مؤمنان از آن فریضه نام میبرد. آری، شرافت این واجب بی هزینه آنقدر والاست که به عنوان افضل فرائض شناخته میشود. چنانچه مؤمنی به اهمیت اقامه نمازهای سر وقت و خالصانه و توأم با حضور کامل جسم و روح و قلب پی برده باشد، بیگمان اثرات روح انگیز نماز را لمس می کند. نماز ما همچون سپری نامرئی و حفاظی روحانی از جانب خداست. نماز موجب نزول رحمت حق می شود. پس اگر به راستی در این روزگار پرآشوب و مملو از پریشانی ها به دنبال ایمنی و سعادت واقعی می گردید، به سوی نماز بشتابید. پاک و مخلص و در کمال تواضع و خشوع امر پروردگارتان را اطاعت کنید و سپس آیات و اذکار شریفش را با حضور کامل قلب به جا آورید. همان رب الکریم بی همتا خود این دروازه شادکامی را به روی ما گشوده است و همو وعده فرموده که پناهندگانش را هرگز مستعصل و بیاور نخواهد گذاشت. خواهر و برادر مؤمنم، اگر از حوادث روزگار بیمناکید، اگر از فقر میترسید، اگر از آینده خود و فرزندانتان هراس دارید، اگر بیمارید و دردمند، اگر بیاور و تنها مانده اید، اگر دلتان مدام تحت فشار غمهاست، اگر وامدار و بدهکارید، اگر بی خانمان و بی سامانید، و اگر باور دارید که قیامتی هست
و زندگی جاودانی در سرای آخرت وجود دارد، نماز بخوانید. اگر میخواهید نور الله متعال را در قلب و روحتان به وضوح دریابید، نماز بخوانید. نماز بخوانید تا بنگرید چگونه قادرترین قدرت عالم و بخشنده ترین کریم هستی چت حمایت و اجابتش را بر سر زندگیتان پهن می نماید. در یک کلام، اگر می خواهید معنای سعادت و آرامش را دریابید، نماز بخوانید. بار الها، ایمانی خلل ناپذیر برای درک و اجرای فرامینت به ما عنایت فرما. پروردگارا، توانی برای استقامت در دین مبین اسلامت به ما ببخش و یاری من فرما تا نمازی خالصانه و سرشار از عبودیت به پیشگاهت تقدیم نماییم، تا مراتب سیر سلوک ایمان و تقرب را به وسیله آن نمازها طی کنیم. آمین یا رب العالمین.